سلام، من جواد قارایی هستم، یه ایرانگرم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم، کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. در لرستان به کوهستانی خشن و جوان مانند زاگرس سفر می‌کنید، انتظار میره که با انواع آبشارهای زیبا و مرتفع روبرو بشین، چرا که در این استان آب از هر کوهی سرازیره و شاید به همین دلیل به لرستان سرزمین آبشارها گفته میشه. کوه‌ها و صخره‌های بلند باعث میشن تا هر چشمه یا رودی در مسیرش ده‌ها یا حتی صدها آبشار کوچیک و بزرگ داشته باشه. افزون بر این، در زمانهای بارش باران، صدها آبشار جدید و موقت در این کوه‌ها پدیدار میشن که چشم‌اندازی بسیار زیبا و دلفریب رو به وجود میارن. چشم‌انداز این کوه‌های درهم تنیده در یک منطقه نسبتاً پر آب با حضور این آبشارها تکمیل شده. واقعاً دشوارترین قسمت سفر برای من در استان لرستان انتخاب یک یا دو آبشار از بین صدها آبشار این استانه. با این حال تصمیم گرفتم که توی این سفرم به آبشار سوله که در قلب کوه شاه اودالان در منطقه میربگ دلفان قرار گرفته برم، اونم توی استانی که معروف به سرزمین آبشار هاست. پشت سر من درست اون دور دورا رشیکوهای پربرف دیده میشه که اسمشون گرینه. پشت اون کوها بروجرد لرستان و همزمان نهاوند همدان قرار گرفته و در جلوی رشیکوهای گرین نورآباد و الشتر لرستان قرار داره و من در این طبیعت بکر و بسیار وحشی دلفان تا آبشار سوله راه زیادی ندارم. برای من واقعا افتخار بزرگیه حضور در چنین جنگل‌های بی‌نظیری. من در یکی از با ارزش‌ترین منابع ملی و طبیعی ایران جان هستم، یعنی جنگل‌های بلوط غرب زاگرس. هر هکتار از جنگل‌های پهنبرگ میتونه سالیانه تا 2000 متر مکعب آب رو در خاک نفوذ بده و ذخیره کنه. سرعت نفوذ آب در خاک جنگلی دست کم 40 برابر خاک غیر جنگلیه. به عبارت ساده‌تر، حفظ رویشگاه 6 میلیون هکتاری زاگرس به معنی تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز مردمان کلان شهریه که 12 برابر تهران امروز جمعیت داره. اگر زاگرس هیچ کارکرد دیگه‌ای هم نداشت که قطعاً داره، به تنهایی میتونه کابوس تشنگی 160 میلیون ایرانی امروز و فردای وطن رو از بین ببره. امیدوارم قدر این دارایی بی‌نظیر رو بدونیم و از اون به درستی حفاظت کنیم.
وای چقدر بی‌نظیره. بالاخره رسیدم به آبشار سوله، یا به زبان زیبای لکی سوله. ببینید این آبشار چقدر زیباست و این چشم‌اندازش چقدر بی‌نظیره. انگار بالهای کوهستان، بالهای سنگیش که این صخره‌ها هستن باز شده و از وسطش آبشار جاریه و واقعا چشم‌انداز فوق‌العاده‌ای رو خداوند جا خلق کرده در طبیعت بی‌نظیر دلفان. خیلی زیباست، پر از هیجانم و دوست دارم هرچه سریع‌تر برسم به آبشار. منطقه‌ای که آبشار سوله از اون سرازیر میشه در بلندای 1620 متر از سطح دریا قرار گرفته. این آبشار که فرم پلکانیش از شکاف دره‌ای طولانی از کوه حرکت آب رو جذاب‌تر کرده، ارتفاعی حدود 50 متر داره. عرض تاج بر اساس رسوب‌گذاری مسیر آب متغیره و تا 6 متر میرسه. البته به دلیل خشکسالی و نبود بارش حجم آب بسیار کم شده. بالاخره بعد از پیمایش یک مسیر نه چندان طولانی رسیدم به این نقطه و اونچه که پشت سر من میبینید آبشار سوله است. البته نه یک آبشار، بلکه حدود 7-8 آبشار بزرگ و کوچیکه که واقعا چشم‌انداز بی‌نظیر رو اینجا به وجود آورده و خدا رو شکر میکنم که سعادت این رو داشتم که طبیعت زیبای زاگرس افتخار این رو به من بده که من بتونم در اینجا این چشم‌انداز بی‌نظیر رو ببینم. چند سالیه که به خاطر گسترش فضای مجازی تب معرفی و سفر به نقاط بکر طبیعت کشور عزیزمون بالا گرفته و وقتی صحبت از یک جای دیدنی و بکر میشه همیشه این ترس وجود داره که با معرفیش به دیگران اون زیبایی قبلی رو از دست بده. هرچند که اومدن گردشگر به مناطق بکر باعث میشه تا حضور گونه‌های جانوری و گیاهی که صاحبان اصلی این طبیعت بی‌نظیر هستن کمتر بشه و آسیب ببینن، اما با کمی احساس مسئولیت و کمی دقت بیشتر همه ما میتونیم از زیبایی‌های این طبیعت بکر لذت ببریم بدون اینکه کوچکترین آسیبی به اون وارد بکنیم. گردشگر مسئول و متعهد بودن چندان هم کار دشواری نیست. به عنوان مثال من برای اینکه گردشگر مسئولی باشم سعی میکنم در طبیعت و روستاهایی که در اونها حضور پیدا میکنم سر و صدای زیادی تولید نکنم و به فرهنگ و عقاید و باورهای مردم محلی احترام بگذارم. سعی میکنم تا جای ممکن زباله ای تولید نکنم و در صورت تولید زباله اونها رو به کلی برمیگردونم و رد پایی از خودم به جا نمیگذارم. به گیاهان و جانوران دست نمیزنم و با خودم چیزی جز عکس به یادگاری بر نمیگردونم، چرا که عکس ها بهترین سوغاتی موندگار و خاطره ساز از سفره که همیشه از دیدنش لذت میبرم و در عین حال آسیبی هم به طبیعت نمیزنه. یکی دیگه از کارهای مسئولانه که در برابر طبیعت میشه انجام داد اینه که در تورها یا سفرهای دوستانه که جمعیت اونها بیش از 20 نفر باشه شرکت نکنیم، چرا که باعث تخریب گوناگون در طبیعت و حیات وحش میشه.
دیگر خصوصیات گردشگران مسئول اینه که هرگز در طبیعت، مخصوصا در مراتع و جنگل‌ها، آتشی روشن نمی‌کنن و معمولا از کپسول‌های گاز سفری برای پخت خوراکشون استفاده می‌کنن. در حقیقت مسئول بودن در برابر طبیعت و محیط زیست و دیگر انسان‌ها از آگاهی و فرهنگ و شناخت سرچشمه می‌گیره. اما شوربختانه آگاهی بیشتر ما در شناخت و معرفت به ایران جان و طبیعت و دارایی‌های با ارزشش بسیار کم و گاهی هیچه و تخریب گسترده طبیعت و محیط زیست با پوشش گیاهی و جانوریش در ایران گویاترین و شفافترین مدرک نسبت به جهل و ناآگاهی بسیاری از مردم و مسئولینه. خیلی زود به سمت هدف پسینم حرکت کردم، جایی که درست در مرز بین استانهای لرستان و کرمانشاه قرار داشت. الان چند کیلومتره که در کنار رود سیمره، رود زیبای سیمره در حرکتم تا به هدف بعدیم برسم توی سفر. رودی که پشت سر من می‌بینید رود سیمره نام داره و یکی از مهمترین و تاریخ سازترین رودهای کل کشورمونه که سرنوشت بسیاری از پادشاهان گذشته در زمان هخامنشیان، ساسانیان و اشکانیان به این رود گره خورده. صحراهای باحالی، وای خدا چه منظره ایه، نگاه بکنید. اینجا که من وایسادم دقیقا مرز بین استان لرستان عزیز و استان کرمانشاه عزیزه و البته من توی استان لرستان هستم، در بخش کاکاوند شهرستان دلفان و اون کوهایی که اونجا میبینید متعلق به استان کرمانشاه عزیزه و من الان اینجا در استان زیبای لرستان در جایی هستم که محل پیوند و تلاقی رود سیمره و رود گیزروده و بعد از این پیمایش طولانی هیچ چیزی نمیتونه خستگی منو به در بکنه جز اونچه که در اونجا در نقطه پیوند این دو رود هست و اون چیزی نیست جز یک چشمه آب گرم فوق‌العاده که میگن انقدر داغه که هرکس نمیتونه توش پا بگذاره و تو یک جای بسیار بکر در کف اون دره است. امیدوارم که اون بتونه خستگی منو در بکنه و غبار این راه طولانی رو به اون آب گرم بسپرم و به راهم ادامه بدم. تماشای رود بزرگ و تاریخ ساز سیمره از فراز کوههای زاگرس حس خوب و غرورانگیزی به من داده بود.
بنابراین خیلی زود از بلندی‌های کوههای منطقه به پایین اومدم تا هم از نزدیک شاهد سیمره باشکوه و خروشان باشم و هم تنها راه من برای رسیدن به چشمه آب گرم از عمق همین دره بود. عجب آب قویه، خیلی قدرتش زیاده. بالاخره رسیدم به کف دره. اینجا دیگه انتهای رودخونه گیزروده و این پل بسیار کهن و قدیمی که پشت سر من میبینید اسمش دتوکوره، پل دتوکور به زبان لکی بهش میگن دتوکور، یعنی پل دختر و پسر که متعلق به زمان ساسانیانه. و با اینکه وقتی که در سال 98 فکر میکنم اگر اشتباه کنم اینجا که سیل اومد، حدود 2 متر بالای این پل آب با شدت تمام داشت عبور میکرد و این پل کاملا زیر سیل بود و حجم بسیار بزرگ و عظیمی آب به این پل میخورد، اصابت میکرد و ازش عبور میکرد، اما هیچ آسیبی بهش وارد نشد. با اینکه این پل حدودا 1500 سالشه و اونچه که ازش باقی مونده توی سیل آسیب ندید و این نشون دهنده اینه که نیاکان ما چقدر اون زمان باهوش و ذکاوت بودن و میدونستن که معماریشون به چه شکل باشه که حتی توی سیلابی که 2-3 متر بالاتر از اون پل آب وجود داره در ارتفاع بالاتر بتونه دووم بیاره. این آب داره میره تا برسه به رودخونه سیمره و درست جایی که من قراره به اونجا برسم و تنی به آب بزنم در آب گرم چشمه اوگرمه کاکاوند. خب اوه اینجا عمق آب بیشتره. تازه این رودخونه گیزروده، من از بالا که اینجا رو نگاه میکردم فکر میکردم که این رودخونه خیلی کوچیکه، اما واقعا آبش زیاده و بزرگه. اگه رودخونه سیمره رو ببینید چی میگید؟ واقعا انقدر حجم آب زیاده و قدرت آب سیمره زیاده که چند تا کامیون رو با خودش میتونه جابجا بکنه. کفشامو در آوردم به خاطر اینکه اگر این کفشا خیس بشه، جوابم و کفشام اگر خیس بشه دیگه نمیتونم پیمایش بکنم و بهتره که کفشا خشک بمونه و توی آب بتونم با پای برهنه حرکت بکنم، خیلی بهتره. اما به شرط اینکه اتفاقی برام نیفته. من صندل همراهم نیست و امکانش هستش که شیشه خورده توی آب باشه. بعضی از مردم محلی یا گردشگران نابلدی که مسئول نیستن امکان داره اینجا شیشه شکسته باشن و توی آب ریخته باشن و اون میتونه خیلی خطرناک باشه و پامونو ببره. باید خیلی مراقب بود. اوه اینجا خیلی حجم آب بیشتر شده و قدرتش. بالاخره ماهی ها رو ببین، چقدر ماهی اینجاست. بالاخره رد شدم از آب. ولی حال پام جا اومد. حالم جا اومد. در نهایت پس از پشت سر گذاشتن مسیری زیبا که قطره ای از تمدن و تاریخ وزین ایران جان رو در دل داشت، به هدف آخرم از سفر به لرستان جان رسیدم، جایی که پس از یک سفر طولانی با تمام وجود به بودن در اون نیاز داشتم. رودخونه گیزرود رو پشت سر گذاشتم و رسیدم به رودخونه سیمره. اینجا یا بهتر بگم حدود 50 متر پایین‌تر جایی که گیزرود به سیمره میپیونده و اون چه که پشت سر من میبینید رودخونه سیمره است و انقدر حجم آبش زیاده که فکرش هم نکنید که من از اون سمت به اینجا اومدم، نه، برای اینکه بسیار خطرناکه و رودخونه سیمره واقعا میتونه جون آدمو به راحتی بگیره و عمقش و فشارش خیلی زیاده. من از این حاشیه اومدم تا به اینجا رسیدم و آبش هم اینجا خیلی سرده، ولی اینجا دیگه کم کم داره آبش گرم میشه و این نقطه جاییه که هدف انتهای سفر من بود، یعنی آب گرم یا اوگرمه کاکاوند. و اینجا آب دیگه واقعا داغه،
وای خدای من، وای. تازه اینجا از داخل مخزن اومده پایین و یه خورده خنک‌تر شده، اما واقعا داغه. چه بوی تخم‌مرغ گندیده‌ای میده. در حقیقت این بو بوی گوگرده و این آب پر از خاصیت برای پوست. بهتره که بیام بالا و تنی به آب بزنم تا همه خستگیمو اینجا بسپرم به آب گرم کاکاوند. خب بالاخره رسیدم به چشمه آب گرم کاکاوند دل. اوه چقدر داغه. وای خیلی داغه. نگاه بکن چه قلقلی داره میکنه آب. آبش کاملا زلال و شفافه و انگار که یه کامیون توش تخم مرغ گنده ریختن. به خاطر اینکه خیلی گوگردش زیاده و بوی گوگرد داره اینجا منو خفه میکنه، اما منهای اون قضیه اون بوی گوگرد میتونم تحمل بکنم. این داغی آبو نمیتونم تحمل بکنم. خیلی داغه خدایا. یعنی من میتونم برم تو؟ نگاه کنید چقدر چه بخاری داره میکنه. فکر کنم هیچ جایی ندارم جز اینکه یه دفعه برم تو آب. خدایا خودت کمکم کن. وای 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 خیلی داغه. خیلی وای 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 سوختم به خدا سوختم. پس نگاه کنم میگم چند درجه از اینجا. من شکمم رو صابون زده بودم که همه خستگیم از اینجا دور بکنم تو این آب گرم، ولی این آب گرم اینقدر داغه که اصلا نمیتونم برم توش. هنوز داشتون نده بزن نگاه بکنم. خیلی داغه، نکنه بسوزم. شست و دو درجه بالای صفره. شاید هم اشتباه بگی، من احساس میکنم این 75 درجه بالای صفره. این خیلی داغه، من نمیدونم میتونم تحملش بکنم یا نه، اما میخوام برم توش چون واقعا خستم. کلی عرق ریختم توی راه و کلی خسته و خاکی شدم. هر جور شده میخوام برم تو. خدای کمکم کن. وای 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 خیلی داغه، خیلی داغه. به من گفتن که اگر توی چشمه های آب گرم برم بشینم پا و دستم رو بیرون بگیرم تحمل گرما بیشتر میشه، به خاطر اینکه پام یعنی در حقیقت خونه توی رگ ها میاد اینجا خونک میشه و دوباره میاد و یه جورایی خونک کننده است این دست و پایی که بیرون از آبه و دمای بدن خورده خونکتر میکنه. همینطوره الان تحملش برای من راحت تر شده و این آب داغ برای من قابل تحمل شده. من چشمای آب گرم خیلی زیادی رو تالار رفتم تو استانهای مختلف با دماهای مختلف و با چشماندازهای گوناگون متنوع، اما به جرئت میتونم بهتون بگم که چشمه آب گرم کاکاوند داغ‌ترین و خوشمنظره‌ترین و خوش چشم‌اندازترین چشمه آب گرمی که تا حالا تو عمرم رفتم و واقعا چشم‌اندازش فوق‌العاده است. این آسمون آبی با این چشم‌انداز زیبای زاگرس با جنگل‌ها و صخره‌هاش واقعا بی‌نظیر و فوق‌العاده است و سیمره در پایین دست واقعا بی‌نظیره. فقط امیدوارم که اینجا دیگه سازه‌ای نسازن و سعی بکنم با مساله بومی با همون سنگ هایی که کنار رودخونه هست و سیمان حوضچه های زیبایی رو درست بکنن که آدم هایی که میان از این چشمه آب گرم استفاده بکنن چشمانداز زیبای آب گرم چشمانداز زیبای کوهستان زاگرس رودخونه سیمره و جنگل های بلوط رو داشته باشن و البته رخنمون و چشمانداز اینجا هم زشت نشه. وای خیلی داغه، دیگه نمیتونم تحمل بکنم و فکر میکنم که هر چه سریعتر باید برم بیرون وگرنه میسوزم. خیلی داغه و من چشام داره سیاهی میره.
خیلی بهتره. وای وای اینجا خیلی عالیه. خیلی داغ بود اونجا، واقعا داشتم میسوختم. دیدی تخم مرغ آب پز وقتی که کاملا میپزه میام میکننش تو آب سرد برای اینکه پوستش راحت باز بشه؟ من الان دقیقا مثل همون شدم. ولی حقیقت اینه که واقعا تو اون آب گرم خستگیم در نرم، فقط سوختم. ولی اینجا آب گرمی که داره از زیر این سنگا میاد بیرون با یه خورده از آب سیمره که خیلی سرده مخلوط شده و یه آب گرم خیلی مطبوعی رو اینجا به وجود آورده. دماش خیلی مطبوعه که واقعا قابل تحمله و من مطمئنم که این آب تو اینجا همه خستگی من رو در میکنه. آه این سنگا هم میشن بالش من، نمیدونید چه حالی میده اینجا. زیرم هم کلن شنوماسته این نرم و گرمه و دیگه هیچی از این بهتر نمیشه. خدای شکرت. سفر من به پایان خودش رسیده بود، اما طبیعت لرستان در لحظه های آخر سفرم با سخاوت بی حدش طراوت و شادابی به من هدیه کرد و تمام خستگی راهو از من گرفت و به سیمره سپرد. من باید به خونه برمیگشتم و خاطرات و یافته هام رو مرور میکردم، اما سوالاتی به شدت ذهن منو به خودش مشغول کرده بود. استان لرستان با وجود اینکه از نظر پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری بیشمار و بی نظیرش از رتبه بالایی برخورداره، اما شوربختانه جزو استان هایی که نرخ بیکاری هم در اون بسیار بالاست. سوال اینجاست که واقعا چرا با وجود این تعداد از جاذبه های بی نظیر بسیاری از هموطنان عزیزمون در این استان از مشکل اقتصادی رنج میبرن؟ در دهه های گذشته شاهد رشد شتابان و فزاینده صنعت توریسم در جهان و به ویژه در کشورهای خاورمیانه بودیم. شوربختانه این رشد در ایران جان بسیار کند و قابل مقایسه با کشورهای همسایه نیست، به طوری که سهم ایران از بازار 1 میلیاردی گردشگری جهان در منطقه بسیار بسیار اندکه. در همسایگی ما ترکیه با جذب شمار زیادی گردشگر صنعت گردشگری رو به دومین فعالیت کارآفرینی کشورش تبدیل کرده و در سال 2003 حدود 12 میلیارد دلار درآمد مستقیم ترکیه از صنعت گردشگری بوده. در همین سال شهر دبی از طریق خدمات گردشگری و فستیوال‌های گوناگون 5.1 میلیارد دلار درآمد به دست آورد. اما شرایط در کشور ما به کلی متفاوت از بازار پر رونق صنعت گردشگری در کشورهای همسایه است. این در حالیه که ایران دارای مجموعه متنوعی از آثار برجسته فرهنگی و تاریخیه که در کمتر نقطه‌ای از جهان نظیرش یافت میشه. علاوه بر این، برخورداری از طبیعت چهارفصل و جاذبه‌های طبیعی شگفت‌انگیز و بسیار زیاد و متنوع، ایران جان رو از سایر کشورهای منطقه کاملا متمایز کرده. همچنین گوناگونی در فرهنگ و آداب و رسوم و زبان و تنوع قومی موجود در کشور از جمله جاذبه های منحصر به فردیه که در سایر کشورهای منطقه به ندرت میشه دید. بهره برداری از مجموعه جاذبه های موجود نیازمند برخورداری از مدیریت علمی بر این صنعت و اعمال سیاست های واقع بینانه در زمینه جذب گردشگر با تکیه بر برنامه‌ریزی مبتنی بر درک درست از پتانسیل های موجود خواهد بود. فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز مانند راه، خط آهن، واحد‌های اقامتی، تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز گردشگران و همچنین دسترسی مناسب به مناطق گردشگری، برخورداری از شبکه‌های مخابراتی و بهداشتی و بانکی از جمله عواملیه که سبب ایجاد کانون گردشگری و انگیزه جهت تقاضای یک محصول گردشگری در مکانی معین توسط گردشگران خواهد شد. و مانند کلیه محصولات انسان ساخت در بازار عرضه با استقبال سلیقه‌های مختلف و متنوع متقاضیان مواجه خواهد بود. اما با وجود جاذبه‌های بیشمار گردشگری در این استان، علاوه بر نبود زیرساخت‌های استاندارد و قابل قبول در صنعت گردشگری، این جاذبه‌ها تک به تک به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط انسان در حال نابودیه.
آی خدای من چه تخریب گسترده‌ایه. واقعا وحشتناکه. این مزارع گندم و جویی که پشت سر من می‌بینید زمانی پر بود از درختان زیبا و کهنسال بلوط و اینجا بخشی از جنگل‌های زیبای بلوط زاگرس بوده، اما شوربختانه به دلیل نبود نظارتی درست از سوی مسئولین مردم محلی این درخت‌ها رو همه رو قطع کردن و این جنگل‌های بسیار با ارزش کشورمون رو تبدیل کردن به زمین کشاورزی. و وقتی که شما می‌بینید سیلاب‌های زیاد اینجا جاری میشه، وقتی که بارندگی میشه سیلاب‌ها انقدر تخریبشون گسترده میشه و انقدر خسارتاشون زیاد میشه که شاید هزاران برابر سودی که این زمین‌های کشاورزی میدن خسارت به بار میاره به خاطر نبود همین درخت‌ها و به خاطر نبود همین جنگل‌هاست. در سالهای اخیر دخالت بیش از حد انسان در طبیعت به خاطر سودجویی و راحت طلبی باعث تخریب و تغییرات زیادی در طبیعت شد. یکی از تغییرات آوار ریزگردهایی که هر سال از سمت عراق و عربستان به سوی غرب ایران و قلب کوها و جنگلهای زاگرس در حرکت و سلامت جنگلها و مردمان شهرهای حاشیه زاگرس رو نشونه رفته. دولت ترکیه در حدود 20 سال پیش با دولت وقت عراق وارد جنگی به نام جنگ آب شد. اجرای طرح بزرگ ذخایر آب شیرین ترکیه به 3 برابر باعث ساخت سدهای بسیاری در این کشور در 20 سال گذشته تا به امروز شد و این سدها حدود 2/3 از آبی رو که به سمت رودهای دجله و فرات در کشور عراق سرازیر می شدن گرفت و باعث خشکسالی نسبی در عراق شد. به همین خاطر عراق چاه‌های عمیق خودش رو از حدود 50 حلقه به حدود 2500 حلقه افزایش داد و باعث افت شدید میزان آب سفره‌های زیرزمینی و تشدید خشکی خاک سطحی زمین شد. پروژه انتقال آب رود در عراق به نام کانال صدام هم یکی دیگه از ضربات مهلکی بود که به رود دجله و فرات وارد شد و اندک آب این رودها رو به 1/10 کاهش داد و در نهایت آبی که از این رودها به تالاب هورالعظیم در جنوب غربی ایران سرازیر می شد کمتر و کمتر شد. در ایران هم به دلیل ساخت سدهای زیاد آب رودهایی که به کرخه می ریخت کم شد و حالا به گفته کارشناسان با نابودی 95% هورالعظیم و تالاب‌های دیگه منطقه مانند هورالهویزه، هورالحمار و تالاب شادگان مواجهیم. هورالعظیمی که به طور مشترک در خاک ایران و عراق قرار داره و منطقه‌ای بسیار وسیع که روزی از مهمترین مناطق زیست محیطی جهان بوده امروز تبدیل به بیابانی گرم و خشک شده. به دلیل آشفتگی در کشور عراق سالهاست که عملیات مالچ پاشی بر روی این بیابان‌ها صورت نمی‌گیره و حالا کوچکترین وزش باد کافیه تا توده‌ای بسیار بزرگ از غبار رو به هر سو روانه کنه. شوربختانه جهت باد از طرف عراق همیشه به سمت ایران جانه،
از طرف دیگه پروژه تبدیل شدن عربستان به بزرگترین صادرکننده گندم در جهان با شکست مواجه شد و میلیون ها هکتار از زمین های خوش کشاورزی در شمال این کشور به حال خود رها شده بود و منطقه با بحران زیست محیطی مواجه شد. عربستانی که به خاطر این رویا آبهای فسیلی در عمق 1000 متری زمین رو استخراج کرد و در نهایت با اتمام آبهای زیرزمینیش دست از این رویا کشید، اما به قیمت از دست رفتن رطوبت خاک. و حالا بحران خشکسالی و کم آبی در عراق، عربستان و ایران باعث آسیب جدی به طبیعت و اکوسیستم ایران جان شده. اما موضوع فقط به اینجا ختم نمیشه. شوربختانه علاوه بر آفات بسیار، در ایران عزیز چه از سوی برخی از مسئولین و چه از سوی برخی از مردم توجهی به محیط زیست و حفاظت از سلامت جنگل‌ها، رودها، دریاها، آب سفره‌های زیرزمینی و محیط زیست نمیشه. بخش بزرگی از جنگل‌های بلوط زاگرس نابود و تبدیل به مزارع کشاورزی شده و بخش‌های باقی مونده هم در حال تبدیل شدن به مزارع کشاورزیه. بخشی از این جنگل‌های بسیار با ارزش هم با تبدیل شدن به زغال منقل دود شد و بخش دیگه در آتش سوزی‌ها یا ایجاد راه برای خطوط لوله گاز، ساخت سدها، ساخت راه‌های عشایری و روستایی و شهری از بین رفت. و این در حالیه که بزرگترین و مهمترین دارایی استان لرستان همین طبیعت بسیار زیباییه که با حفاظت از اون میشه انقلابی در صنعت گردشگری به وجود آورد. البته اگر چیزی در آینده از این دارایی‌ها باقی بمونه.